آیا روند امیدوار کننده اقتصاد ایران در سال آینده هم ادامه خواهد داشت؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. دولت ایران در چند سال گذشته توانسته گام‌های مؤثری در جهت احیای اقتصاد کشور بردارد. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول پیشرفت‌های صورت گرفته را چشمگیر توصیف کردند. با این حال به گفته کارشناسان آینده اقتصاد ایران کماکان با خطرات جدی روبروست. تردیدها نسبت به تداوم توافق هسته‌ای ایران و غرب و چگونگی رابطه ایران و آمریکا همچنان پابرجاست. در خصوص اجرای تعهدات ایران برای شفافسازی نظام مالی خود و پایبندیش به توافق ضد پولشویی هم هنوز پرسش‌های فراوانی مطرح است. با اینکه دولت حسن روحانی اقدامات کمابیش مؤثری را در این زمینه انجام داده، اما هنوز روشن نیست قدرت سیاسی لازم برای انجام کامل آن را داشته باشد. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال پیش رو با فریدون خاوند، اقتصاددان که از پاریس با ماست، و اینجا در استودیو مهدی مصلحی، کارشناس نفت و گاز و مدیر اجرایی بخش عملیاتی شرکت پتروسکاتلند با ما خواهد بود و همکارم امیر پایور هم طی برنامه ما را همراهی خواهند کرد. بسیار متشکرم از هر سه مهمان برنامه که دعوت ما را پذیرا شدن. جناب خاوند، اگر موافق باشید یه نگاه عمومی تری به وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته داشته باشیم. به لحاظ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، چگونه میبینید شما وضعیت رو؟ ببینید، در مجموع اگر ما به این آماری که ارائه شده از طرف منابع داخلی و همینطور منابع بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که در مجموع وضعیت اقتصادی ایران بهتره نسبت به سال‌های گذشته. نرخ رشد اونطوری که صندوق بین‌المللی پول گفته در سال 1395 قراره به 6.6% برسه. نرخ تورم تک رقمی میشه برای اولین بار بعد از سال‌ها، حدود 9%، و دگرگونی‌هایی هم پیدا میشه طبعاً در بازار کار و غیره. ولی وقتی که این آمار رو دقیق‌تر نگاه بکنیم کمی مایوس‌تر میشیم، به این دلیل که ما می‌بینیم که این نرخ رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفتی ایران بوده بعد از انجام برجام، و به همین علت هست که نرخ رشد غیر نفتی ایران 0.8% تنها ارزیابی شده. یعنی اگر نفت نمی‌بود و اگر برجام نمی‌بود، ایران کماکان نرخ رشد منفی ممکنه داشته باشه، می داشت مثل سال 1194 که نرخ رشدش 1.8 منفی بوده. در عرصه تورم هم طبعا این دستاورد بزرگی است که بعد از سالهای سال ایران توانسته نرخ تورم خودش رو تک رقمی بکنه. ولی در این زمینه هم می بینیم که بر اساس پیشبینی های منابع کارشناسی داخلی که تأیید میشه به وسیله صندوق بین‌المللی پول، بلافاصله در سال آینده، سال 96، 97 و غیره، باز دوباره نرخ تورم ایران دو رقمی خواهد شد. و دلیلش هم اینه که هرچند تلاش‌های بسیاری انجام گرفته، به خصوص در مقایسه با دولت دهم و دولت‌های دهم و نهم، برای ایجاد انضباط مالی و تثبیت بازار ارز که طبعا تأثیر داشته بر نرخ تورم، ولی چون اصلاحات عمیق ساختاری در ایران انجام نگرفته، این باعث شده که این نرخ تورم پایین رفتنش جنبه پایدار نداشته باشه. اون چیزی رو که به صورت خلاصه در یک جمله میتونم عرض بکنم این است که این آمار برای سال 1395 آمار خوبی است، ولی به هیچ وجه اطمینان بخش نیست در مورد اینکه اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار قدم گذاشته و کماکان در سال آینده باز همون مشکلات ساختاری به جای خودش باقی است. تداوم داستان زیر سوال هست. حالا راجع به دلایلش بیشتر صحبت میکنیم. آقای پایور، اعداد و ارقام آمارها خب همونطور که جناب خاوند اشاره کردن خیلی مثبت هست و امیدوار کننده.
ولی چرا وقتی با مردم عموما یعنی صحبت میشه، یعنی در سطح کلان این اعداد ارقام رو گفتم امیدوار کننده است، ولی آیا برای مردم عادی این تونسته ترجمه بشه به اصطلاح اینکه ببینن احساس بهتر شدن وضعیت رو بکنن؟ پاسخ خلاصش این است که نه، و علتش هم خود آقای خاوند گفتن، چون رشدی که داریم صحبت میکنیم از افزایش صادرات و فروش نفت آمده، درآمد عظیمی دست دولت آمده، این درآمد تا زمانی که در واقع ترجمه بشه به یعنی بیاد در بازار، بیاد به پیمانکار برسه، بیاد به ایجاد اشتغال برسه، هنوز خیلی فاصله داره. اون رشدی که ما میبینیم نهایتاً در واقع خود دولت فعلا ازش منتفع شده، رشدی نیست که مثلا از بخش صنعت آمده باشه، مثلا از بخش ساختمان آمده باشه. البته بخش کشاورزی رشد خوبی داشته، ولی وقتی ما در این رشد رو در جیب مردم میبینیم که این از در واقع از این بخش‌های غیر دولتی آمده باشه، یا اون درآمدی که دولت به دست آورده، اون پولی که به دست آورده بیاد در پروژه‌ها، بیاد نهایتاً برسه در سطح در واقع جامعه، نفعش به مردم. برای همین هم هست که ما همزمان با یه همچین رشدی می‌بینیم که آمار بیکاری کماکان بالاست، بالای 12% آمار رسمی بیکاری، بالای 12%، و همین خاطر در واقع خیلی این رو حس نکردن در زندگیشون. البته طبیعتاً به واسطه تحولاتی که بعد از برجام، بعد از برداشتن تحریم‌ها بود و تثبیت در واقع اوضاع سیاسی در داخل و روابط خارجی، امید ایجاد شد. اون امید و اطمینان در بازار بود، به رغم بعضی حتی نوسان‌ها در بازار می‌بینیم که کماکان هنوز یک اطمینان خاطری وجود داشت، البته تا این ماه‌های اخیر که دوباره باز شرایط یک قدری نامطمئن شده. در حال وضعیت اقتصاد ایران هم اشاره شد، هم شما هم جناب خاوند که بر متکی به نفت است، بخش عظیمی از این رشد اقتصادی مرهون نفت، با آقای مصلحی تفصیلش رو صحبت خواهیم کرد. در بخش‌های دیگه شما اشاره کردید به صنعت ساختمان یا ماجرای به اصطلاح چه بخش صنعت و بخش ساختمان، اونجاها چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، بیشترین رکود رو ما در بخش ساختمان دیدیم، در واقع کم سابقه بوده در سالهای اخیر اتفاقی که در بخش ساختمان افتاد، منفی 18%، یه فصلی منفی 11%، یعنی این بخش حتی کوچکتر شده، به شدت کوچک شده. در بودجه‌ای که برای مثلا بخش ساختمان در نظر گرفته شده بود، آیا خرج ببینید ساخت و سازی نیست، یعنی تقاضا کمه، به واسطه پایین بودن تقاضا ساخت و ساز کم بوده، معاملات کم بوده، همه اینها تأثیر داره. بیشترین رکود رو در تمام بخش‌های اقتصادی امسال ما در بخش ساختمان دیدیم. در بخش صنعت هم باز بستگی داره، وقتی میاد این بخش رو جدا میکنید، مثلا بخش و در بخش این، در این قسمت صنعت معدن، معدن بیشترین رکود رو نشون میده. در بخش صنعت هم یه جاهایی شما میبینید که آمار نفت رو تو صنعت میذارن، ولی وقتی باز نفت از تو صنعت در میاری میبینیم که اون هم خیلی رشد چشمگیری نداره. ولی به هر حال بعد از اون در واقع باز برداشتن تحریم ها و بعد از برجام، یک بخش هایی در صنعت تکون خورده، مثلا از جمله خودروسازی، بعضی از کارخانه ها. ولی در مجموع تصویر کلی صنعت رو هم که میبینید، خیلی از واحد ها کماکان با ظرفیت بسیار پایین کار دارن میکنن. به همین خاطر هم هست، باز برمیگردیم به اون حرفی که شما گفتید، به همین دلیل است که نه در آمار اشتغال ما تحول بزرگی میبینیم و نه اینکه مردم دارن این آمار رشد رو حس میکنن. آقای مصلحی، بخش عظیمی از رشد اقتصادی ایران گفته شد مرهون نفت بوده، جناب خاوند گفتن اگر نفت نبود چه بسا رشد اقتصادی ایران امسال هم منفی میشد. چه اتفاقی اونجا افتاد که در واقع رشد 5%، خب رقم قابل توجهی هست، چه بسا حتی بیشتر از اون احتمالاً اگر پیش بینی ها به او بپیونده، در حوزه نفت چه اتفاقاتی افتاد؟ چیزی که میتونم بگم، میزان زیادی ایران نفت خام داشت و همینطور گاز که انبار کرده بود به دلیل تحریم، نتونست سوق بفروشه. به محض اینکه تحریم ها برداشته شد، شروع به ارسال این به بازار کرد و درآمد بسیار زیادی آورد. اما اجازه بدید که من خلاصه نسبت به آینده بازار نفت در لاقل در سال آینده یک توضیح بدم، و بعد این رو مسلما اقتصاد نفت ایران
حتما متوجه این بازار خواهد شد. در حال حاضر در گذشته ما میگفتیم قیمت نفت شیل اگر به محض اینکه بازار نفت به قیمت 75 دلار میرسید توجیه تولید نفت شیل رو باعث میشد، ولی در حال حاضر به دلیل ساده کردن و ارزان کردن تکنولوژی نفت شیل این مبلغ از 75 دلار رسیده به 40 دلار، یعنی به محض اینکه قیمت بازار به صرفه تر شد به 40 دلار برسه شروع به تولید میشه. در ضمن اینکه به دلیل روی کار آمدن آقای ترامپ در امریکا و نگرشی که ایشون نسبت به شرایط محیط زیستی داره و سیاستایی هم که تا بالا اتخاذ کرده، یک هجوم بی سابقه شده به سمت سرمایه‌گذاری در نفت شیل و باعث شده که فرض کنید اگر سال 2014 میانگین اضافه رشد تولید نفت شیل 95 هزار بشکه در ماه بود، الان رسیده به 125 هزار بشکه در ماه و این خیلی خیلی زیاد شده و به همین صورت این داره نفت شیل امریکا داره صادر میشه به خاور دور و کشورهای دور و بر صادر میشه. از اون طرف اون توافقهایی رو که اوپک اومد با بخش غیر اوپک انجام داد که بیاره قیمت نفت رو تثبیت بکنه، اونها هم واقعا مثل روسیه اومد گفت من 300 هزار بشکه در روز کم میکنم، ولی بلافاصله اومده فرض بکنید 100 هزار بشکه نفت در روز رو اومده با ایران، 100 هزار تا رو با کردستان عراق و 100 هزار تا رو با خود عراق اومده اینو قرارداد بسته که در ازای 100 هزار تا که ایران و یا عراق و یا کردستان تحویل به مشتریای روسیه میدن، نیم این رو با کالای روسی و نیم دیگر رو یورو و یا دلار بهشون بده و خب به این ترتیب روسیه تحریم ها رو دور زده، تحریم هایی که رو خودش بوده دور زده و در ضمنی که اون 300 هزار تایی هم که کم کرده دو مرتبه پس گرفته. از اون طرف عربستان سعودی به میزان زیادی راستش واقعیتش هست تقلب میکنه، چون یک ریفاینری، یک پالایشگاه خیلی بزرگی تو امریکا داره موتیو که الان قراره که قبلا 50 درصدش رو داشته، قرار از اپریل آینده ماه اپریل به 100 درصد برسونه، میزان خیلی زیادی به اون پالایشگاه داده و این رو ابراز کرده که کم کرده، ولی باز هم بعد از اون، یعنی این رو تحویل میده و بعد هم تسویهش رو میگیره و خودش توضیح میکنه. چون این کارهایی که انجام شده به صورت واقعی تولید نفت رو پایین نیورده، این قیمت به صورت تقریبا میشه گفت تو سطح اخباری بالا دیگه داشته. حدث شما اینه که قیمت نفت پایین خواهد اومد؟ من فکر میکنم که قیمت نفت بین 35 تا 40 دلار خواهد بود در سال آینده. حالا اگر ممکنه یک سری افتای ناگهانی داشته باشه، ولی اون میانگینش بین 35 تا 40 دلار خواهد بود. در حالی که تا اونجایی که میدونم بودجه نفتی ایران رو حدود 50 تا 55 دلار در نظر گرفته شده که خود آقای زنگنه بیشتر تاکید دارن روی 55 دلار. من فکر کنم یک مقداری این کسر بودجه مواجه خواهد شد. در زمینی که خب در خصوص چاهای زیادی نفتی هستن که اینها تقریبا متروک شدن و هزینه خیلی زیادی میخواد که اینها رو دوباره برگردونن. یعنی اون بسیار رشد اقتصادی قابل توجهی که از محل نفت بوده رو شما پایدار میشه گفت که نمیبینید، فکر کنید در سال آینده احتمالا با زحمت رو برو خواهد شد. آقای خاوند، در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از به اصطلاح انجام رسیدن برجام امیدواری ها خیلی زیاد بود، قراردادهایی که ایران با شرکت های مختلف داشت، اونها در چه حالی هستند؟ چقدر این شانس هست که واقعا بتونن اجرایی و عملی بشن در سال پیش رو؟ کوتاه لطفاً. همونطور که گفتین امید زیادی بود به اینکه ایران یک الدورادو باشه، یک بهشت تخیلی باشه برای سرمایه گذاران خارجی و از نظر امکانات بالقوه هم چنین چیزی هست. ایران از تمام امکانات لازم برخورداره برای جذب مقدار عظیمی سرمایه گذاری خارجی و پیوستن به باشگاه قدرت‌های نوظهور. منتها این عمل تا اندازه‌ای انجام گرفته. من در فرانسه هستم، می‌بینم که قراردادهای زیادی منعقد شده با ایران، با بویگ، با توتال، با شرکت پژو، با ونسی، با بقیه شرکت‌ها، با آلستام، و این شرکت‌ها به ایران هم رفتند. مسئله بزرگ این هست که بانک‌های بزرگ در اروپا به طور کلی، در فرانسه به طور اخص، اینها رو همراهی نمی‌کنند، چون این بانک‌ها منافع عظیمی در بازار ایالات متحده آمریکا دارند و در نتیجه میترسند از اینکه وارد شدنشون به معاملات با ایران
موجب برخوردشون بشه با دستگاه قضایی آمریکا، به خصوص بعد از اینکه یک بانک بزرگ فرانسوی موسوم به بی ان پی مواجه شد با یک جریمه 9 میلیارد دلاری که مثل پتک بر بقیه وارد شد. در حال حاضر این تأمین سرمایه از طریق بانک‌های بسیار کوچک انجام می‌گیره که در فرانسه هستند، یا از طریق بانک‌های دیگری که در اروپا هستند و حتی در منطقه خلیج فارس به خصوص در امارات، مثلا معامله ایرباس به طریق یک بانک‌های اماراتی انجام گرفته. تلاش کردن برای اینکه این بانک‌ها رو وادار بکنن که بیان به عرصه، ولی اینها نمیان، به خصوص از این نظر که اولا تحریم‌های موسوم به اولیه یا غیر برجامی آمریکا بسیار پیچیده است و دادگستری دستگاه قضایی آمریکا میتونه برای این بانک‌ها دردسر به وجود بیاره، و به علاوه اونها منتظرند ببینند که سیاست آقای ترامپ در ایران در چه مسیری تحول پیدا خواهد کرد. به هر حال برای اینکه خلاصه کردن حضورتون عرض کنم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران انجام گرفته، حتی در عرصه بانکی ما در حال حاضر شاهد ورود شمار زیادی از بانک‌های آسیایی به خصوص به ایران هستیم، ولی در مجموع به دلیل تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللی ایران، اون امیدهایی که در آغاز وجود داشت به مقدار زیادی ناکام بود. قرار بود که آقای پایبری مشکل بانکی ایران برها حل بشه ارتباطش. داستان خارجی ماجرا رو آقای خاوند اشاره کردن، بحث تحریم ها، قصه ترامپ و الاخر، ولی فقط مسئله خارجی نیست، در داخل هم مشکلاتی وجود داره. درسته. میدونید یکی از بزرگترین قصه های سال 95 همین توافقی بود که ایران با گروه اقدام ویژه مالی، گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام داد برای اینکه برنامه‌ای رو اجرا بکنه که اطمینان بکنن بانک‌های خارجی نسبت به اینکه ایران مشکل پولشویی نداره یا مشکل تامین مالی تروریسم نداره. یک برنامه جامعی است که اختلاف حرف و حدیث سیاسی هم دور برش بسیار زیاد شد. اما در این حال یک کارهایی رو بانک مرکزی ایران شروع کرد که ما نشانه‌هاش هم دیدیم. مثال عمدهش هم این است که دست گذاشت روی گزارش‌های مالی بانک‌ها. سه تا بانک عمده تجارت ملت و صادرات شاخصشون در بورس تهران معلق شد بیش از 6 ماه، و بانک مرکزی گفت که شما حساب کتاباتون رو ببرید درست کنید برگردونید، و وقت از که برگشت این حساب کتاب ها معلوم شد به جای سوددهی این بانک ها ضررده هستن. این یکی از گام های کوچکی است که بانک مرکزی شروع کرده برداشتن برای تعیین تکلیف وضعیت واقعی بانک های که بانک ها در ایران میدونید مشکل بازی یکی از مشکلات عمده که در سال 95 هم ادامه پیدا کرد معوقات بانکی بود. برای اینکه مسئله رابطه بانکی ایران با بانک‌های خارجی حل شه، یه بخشی که خب مسئله خارجی است که اشاره کردن، در داخل چند کار باید انجام شه که عمده و در واقع خلاصش این است که حساب و کتاب بانک‌ها درست شه، مشخص شه آیا بانک‌هایی که معوقات دارن میتونن این معوقات رو پس بگیرن یا نه، و اگه نمیتونن وضعیتشون چه خواهد شد. اگه که مثلا معوقه یک بانکی بیش از اون سرمایه ثبت شده است، خب این بانک ورشکسته است، یا باید ورشکسته اعلام شه، یا بانک‌ها باید ادغام شن یا افزایش سرمایه بدن. گام‌های به این سمت رو شروع کرده بانک مرکزی برداشتن، شروع کرده دولت روش دست گذاشتن، ولی بسیار کند داره پیش میره، با مقاومت داره مواجه میشه از سوی خود بانک ها یا بعضی نهادهای قدرت که بعضی از این بانک ها مرتبط هستن. به هر حال حرکتش در داخل شروع شده و ما سختگیری های جدی رو بعضی جاها میبینیم، از جمله در مورد مثلا گزارشگری صورت حساب های حساب کتاب بانک ها، ولی خیلی کند پیش رفت. جام استاد، یکی از خبرهایی که ما در طول سال گذشته خیلی زیاد شنیدیم بحث معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران بود. خب میدونیم که گفته میشه که این قراردادهایی که فعلا وجود داره جذابیت خیلی زیادی برای شرکت‌های بین‌المللی خارجی نداره. اون چرا به انجامی نرسید؟ یکی از مهمترین قراردادها قراردادی هستش که با شرکت توتال هستش که نسبت به اون پارس جنوبی توتال خیلی خیلی مصمم بود که این رو شروع بکنه، ولی با تغییر دولت امریکا در حال حاضر یک علامت سوال براش هستش که مطمئن نیستش که اگر این رو ادامه بده بعد با جریمه های سنگین تری مواجه نمیشه.
برای همین دست نگه داشته. بلافاصله بعد از توتال شرکت دیگه هم که شرکت ایتالیایی ENI هستش، اون هم یک چنین قراردادهای مشابهی رو توی پارس جنوبی داشتش که اون هم دست نگه داشته. اینه که همه منتظرن ببینن که چه سیاستی به حال در امریکا. علاوه بر این نکته، خود ایران بنا بود که یک سری قراردادهای جدیدی رو عرضه بکنه. بله. یعنی نحوه مشارکتش با شرکت‌های خارجی رو تغییر بده، ولی در داخل ظاهراً با مقاومت‌های روبرو شد. سرانجامش آیا انتظار میره که به زودی بالاخره به یه جایی برسه؟ بذارید من یه توضیح در این مورد بدم که یک سری چای نفتی که فرض بکنید که مشخص میشه پیدا میشه، اینها تا حدود 11% به صورت معمول به دلیل گازی که تو اون چاها هستش میاد استخراج میشه. به دلیل پایین بودن سطح تکنولوژی و همطور تخصصی که توی شرکت‌های مقاطع‌کاری ایرانی هستش، یه چیزی حدود 18%، یعنی 5-6% بالاتر از اون سطحی که خودش میاد بیرون، اینا استخراج میکنن. تا بعضی جا حتی اکثر رسیده 24%، و بعد این چاه تقریبا متروک شده. تعداد چاه‌های این چنینی خیلی زیاده تو ایران، و این مشکلاتی هستش که حالا موقعی که بخوان همین چاه رو دوباره برگردونن به سر کار، نیاز یک کار بیشتری هست، هزینه بیشتری هست، در ضمن تکنولوژی مناسب هستش. متأسفانه این چنین تکنولوژی نیست، ولی اون شرکت‌های مقاطع کار ایرانی به دلیل توانی که دارن، جلوی این که شرکت‌هایی که توان این رو دارن رو جلوی اونها رو می‌گیرن و اجازه نمی‌دن که وزارت نفت ایران بره اون شرکت‌ها رو بیاره وسط و کار واقعی رو انجام بده. یکی از مشکلات این هستش. چاهای در واقع مستحرک رو، یعنی شما دلیل اصلی رو شاید رقابت شرکت‌های داخلی داخل میدید که احتمال اونا نمیذارن نه قراردادها شکل بگیره، قرارداد IPC به هر حال تو اینجا به دلیل اینکه ببینید این موانع سیاسی به هر حال موانع سیاسی، چون ببین موضوع این هستش که شما اون میزان نفتی هستش که اون پایین هست بخوان بیان بیرون، شما نمیشه تا همینجوری الان نهایی شما گاز تصریح بکنین و یا آب تصریح کنین، چون هر دو اینها محدود هست و هزینه داره برای ایران. بس. و اون چاها اون شرکت ها میخوان بیان با همین شیوه داشته که خب به یک قیمتی این توجیه پذیره که شما این نفتو بیارین بالا. بسیار آقای خاوند، در مجموع نگاه شما، حالا اشارات مختصری کردید، ولی اگر بخواید جنبندی بفرمایید چه خواهید گفت درباره اینکه به هر حال در سال آینده ما شاهد چه چشم‌اندازی خواهیم بود؟ ببینید من اطمینان دارم که میل به انجام اصلاحات و پیشبرد اقتصادی ایران در دستگاه اجرایی کنونی وجود داره. چهره هایی هستند کاملا آشنا به مسائل ایران و مسائل بین المللی و تلاش میکنند اقتصاد ایران را از بحران عظیمی که گرفتارش هست بیرون بیارند. مسئله مهم این هست که متاسفانه دولت آقای روحانی فقط و فقط بخش کوچکی از اقتصاد ایران رو در اختیار داره، و از طرف دیگه این رو فراموش نکنیم که ما به تدریج با چالش‌های بسیار عظیمی در فضای داخلی و بین المللی اقتصاد ایران روبرو میشیم. اولش انتخابات ریاست جمهوریه که بسیار بسیار نزدیکه و تا اون زمان معلوم نیست که چه اتفاقاتی بیفته. بله. در رابطه قدرت بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی و به خصوص نگاهشون به اقتصاد، مسئله ایالات متحده آمریکا هست و نگاهش و سیاستش در مورد آینده ایران که تبدیل شده به یک علامت بزرگ و این هم درجه خطرپذیری ایران رو بیشتر میکنه. سومین مسئله مربوط به منطقه ایران هست که متاسفانه اوضاع در مسیری بسیار خطرناک پیش میره و حتی خطر ایجاد یک ائتلاف بزرگ علیه ایران وجود داره که طبعا بر آینده اقتصادی ایران و جو اقتصادی ایران هم سنگینی میکنه، و بالاخره در مجموع کره زمین ما شاهد ایجاد یک دوره تازه هستیم در زمینه اقتصادی و سیاسی، و اینها مسلما روی ایران تاثیر میذارن. بنابراین سال بسیار بسیار پیچیده ای در پیش است. چالش ها جدی خواهد بود. آقای پایور، پیش بینی شما چه هست؟ عمده مطلب رو دکتر خاوند فرمودن. من این رو در واقع سطح روی زمین اصطلاحا هم حس میکنم، یعنی کنفرانس هایی که میرید با مشاوران که صحبت میکنید، الان چند ماهی هست که دوباره برگشت به اون حالت انتظار و
ببینیم چی میشه و یه مقدار حرکت شرکت‌های خارجی که علاقمند بودن برای کار در ایران کند شده. البته در بعضی حوزه‌ها و بعضی شرکت‌های اروپایی، مخصوصا آلمانی‌ها، اتریشی‌ها، حتی در همون فرانسه یه سری شرکت‌ها توی حوزه‌های خاصی تصمیمشون رو گرفتن، وارد بازار ایران شدن و این کار رو به هر حال می‌خوان ادامه بدن. منتها برمیگرده در کنار تمام این خطراتی که ما از سمت آمریکا نسبت به ایران یا منطقه میبینیم، باید ببینیم که پاسخ و رفتار اروپا چه خواهد بود نسبت به اونها و تا کجا در واقع پای این بازگشایی روابط اقتصادیش با ایران وای میسته. البته همه داستان هم دولت‌های اروپایی نخواهند بود، چون شرکت‌های خصوصی یک در واقع حساب کتاب خطر و فایده و ریسک و فایده خودشون رو دارن که فرمودن. به هر حال همونطور که گفتن در سال آینده روند یه مقداری کند خواهد شد و برمیگردیم به اون حالت صبر و انتظار. آقای مستعی، زیر یک دقیقه فرصت داریم، در چند جمله وضعیت نفت، اقتصاد نفتی ایران. ما در حال حاضر اقتصاد متکی بر نفت داریم، ولی اقتصاد انرژی نداریم. این یک از مشکلات ایران هست. ما هنوز که هنوز به شیوه قرن 18، 19 و 20 نفت خام رو و گاز رو میاریم بالا و به بازار میدیم. این به سر رسیده با مشکلات متفاوتی هستش که نیاز به سرمایه گذاری داره و در ضمن با مشکلاتی که عربستان برای ایران ایجاد میکنه است. جدا از این میتونن برگردن به میزان پایین آوردن میزان مصرف در داخل که با شیوه‌های مختلف استفاده از انرژی‌های خورشیدی و غیره، از اون طرف هم بیان از ارزش افزوده استفاده کنن، به گازی که هستش رو تبدیل به برق بکنن و منطقه رو بهش صادر بکنن. این کارها متأسفانه تا بال انجام نشده و برنامه‌ریزی نشده. بسیار 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 متشکرم. مهدی مصلحی، امیر پایور و فریدون خاوند، سپاس از هر سه مهمان برنامه و متشکرم از شما که تا انتها ما را همراهی کردید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/safihudo. همینطور برنامه ما رو برای مدت طولانی تر روی صفحه فیسبوک ما میتونید ببینید. آدرس ما هست facebook.com/safihudo. از طریق وبسایت یا صفحه فیسبوک ما میتونید نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم اگر هست با ما در میان بذارید. برنامه بعدی ما روز پنج شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش. We'll be right back.